در جلسه توجیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد معاون نماینده دائم آمریکا نسبت به وخامت اوضاع انسانی در سوریه هشدار داد و گفت رژیم آخوندی و حزب الله لبنان در تشدید حملات رژیم اسد به غیر نظامیان دست دارند. شریت نورمن شالت نسبت به خطری که جان میلیون ها غیر نظامی را تهدید می کند هشدار داد و گفت تنها در دو روز گذشته در ادلب و غرب حلب 20 هزار غیر نظامی Russia مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. حملات Russia. هوایی بی وقفه ادامه دارد و موجب کشته شدن دست کم پنجاه غیر نظامی Russia. شده است. رژیم Russia اسد و متحدان آن استراتژی نظامی خود را با خون مردم سوریه می جیم جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه نسبت به فاجعه انسانی در سوریه بر اثر حملات رژیم اسد و متحدان آن هشدار داد وی روز پنجشنبه ده بهمن 98 در یک کنفرانس خبری گفت هواپیماهای رژیم سوریه و روسیه در سه روز گذشته دیویس بار منطقه ادلب در شمال غرب سوریه را بمباران کردند و عمدتا غیر نظامیان را هدف قرار دادند. حدود 700 هزار نفر از مردم این منطقه خانه های خود را ترک کرده و آواره مرزهای ترکیه شدند.